همراه هستیم با عبدالرؤوف ملازهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق شهروندان بلوچ از استکهلم. آقای ملازهی خوش آمدید. نظرتون چیست در مورد افزایش اعدام‌های شهروندان بلوچ که در سال جاری هم بیشتر شده؟ سلام و صبح خیر عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان. بله، در ارتباط با اعدام‌های افزاینده که در بلوچستان، اونم در ماه محرم که معمولاً این اعدام‌ها در جاهای شهرهای دیگر کاهش می‌یابه، ما همچنان می‌بینیم که در بلوچستان این اعدام‌ها ادامه داره. از موقعی که اژه‌ای و دستگاه قضاییش و همچنین اعتراضات در سراسر ایران و از جمله اعتراضات کوبنده بلوچستان همچنان پاورجاست، این اعدام‌ها برای تنبیه کردن مردم، برای ترساندن مردم این اعدام‌ها و در واقع همچنین انتقام از مردم بلوچستان، این اعدام‌ها توسط اژه‌ای دوسوته همچنان ادامه دارد و دستگاه مصمم بر آن است که این اعدام‌ها را متوقف نکنه. اعدامی‌هایی که به بهانه‌های مختلف و بیشتر اونها رو مواد مخدر اعلام می‌کنند، در واقع اعدام‌های سیاسی و انتقامی هست که رژیم می‌خواهد که مردم رو در واقع از این اعتراضات باز دارد، که این بازداشتنی نیست و می‌طلبد که دستگاه‌های حقوق و بشری، سازمان ملل و کشورهایی که در واقع امضا کرده اند و متعهد هستند به مسائل حقوق بشری به این مسئله بیشتر توجه کنند. آنها با اکتفا به محکوم کردن ضرورت ندارد، فشارهای لازم و بازدارنده می طلبد که این اقدامات جمهوری اسلامی دست بردارد. آقای ملازهی، اشاره کنیم به صحبت‌های آقای مولوی نقشبندی. ایشون دعوت کردن اقشار مختلف ایران رو به مبارزه علیه جمهوری اسلامی، نظرتون چیست در این باره؟ بله، مولوی نقشبندی که به یکی از ارکان جنبش در بلوچستان وقتی که در داخل کشور بود و بیشتر جوانان رو به اعتراض دعوت میکرد، حالا که بیرون از کشور رفته همچنان بر مبارزات خود داره ادامه میدهد و جنبش دادخواهان و آزادگان به نام JDA رو ایشون پایه‌گذاری کرده و یک جنبشی که به قول خودش از جوانان و دانشجویان، علما، نخبگان و از بطن داخل کشور بدون وابستگی به این و آن و رنگ و قوم و نژاد و مذهب و همچنین وابستگی به این و آن و برای کولبران، سوختبران و همچنین در تداوم انقلاب جنایی و ماهوی که ماهو دختر بلوچ هست و اعتراضات بلوچستان، لازم است که این اعتراضات رو تداوم ببخشه با قدرتی بیشتر. به علاوه این که با توجه به این که جمهوری اسلامی به هیچ گونه قوانین داخلی و اونچرا که در قانون اساسی خودش موجوده و اونچرا که قوانین حقوق بشری و قوانین بین المللی هست رعایت نمی کند، بر اساس بند 51 قانون سازمان حقوق بشر و بین المللی، ما حق دفاع رو برای خودمون به رسمیت میشناسیم. با وجودی که معتقدیم ما اعتراضات فعالیت‌های مدنی می‌کنیم، اما رژیم که سرکوب و تجاوز و اعدام می‌کنه و به این مسائل و به این حقوق پایبند نیست، ما هم حق دفاع مشروع رو مجاز می‌شماریم و به آن پایبند می‌شیم. این از در واقع مواردی هست که ایشون می‌خواد به آن ادامه بده. البته یکی از موضوع‌های مهمی که ما هم امروز در بلوچستان به آن دست و پاگیر هستیم، مسئله سوختبران است که چند روز گذشته دچار سیلاب‌های شدیدی شدند که 20 نفر از اونها کشته و در واقع ناپدید هستند و در حدود 200-300 تا از ماشین‌های اونو سیل برده و با یک صدمات عظیمی وارد شدند که ستاد بحران و دولت مردان هیچ گونه کمک و حتی برای نجات و امداد اونها تا به حال نشتافتند.
میطلبد که خود مردم در بلوچستان و اطراف آن به کمک اینها بشتابند و کشتگانی که در این مسیر رودخانه هستند اونها رو پیدا کنند و خانواده هایی که در انتظار فرزندانشون هستند به اونها بشتابند و حتی در روزه های جمعه کمک هایی رو در مساجد جمع‌آوری کنند و به اونها و خانواده هاشون بدن، چون از دولت کمکی به اونها نمیرسه. ممنونم از شما عبدالرؤوف ملازهی.